تیموتی مکنزی خواننده و آهنگساز انگلیسی که با نام حرفه‌ای خود یعنی لابرینس شناخته شده تر است، امید دارد با تک آهنگ آلبوم جدید خود به نام Let It Be بار دیگر در صدر جدول پرفروش‌ترین های جهان قرار گیرد. لابرینس در این آلبوم از آن صدای خشن و پر انرژی آلبوم های زمین لرزه و عبور به صدای پر از احساس دست یافته است. پیشینه و تجربه من یعنی قبل از انتشار آلبوم های زمین لرزه و عبور موسیقی کلیسا بود. به همین خاطر احساس میکنم که این آلبوم با روحیات مردم سازگارتر است. میتوانم بگویم نمای صوتی نزدیکتری به آنچه مردم مایل به شنیدن آن هستند را معرفی میکنه. لابرینس بخش زیادی از موفقیت و شهرت خود را مدیون همکاری با تینی تمبا رپخوان انگلیسی است. او آلبوم های زمین لرزه و عبور را نیز با همکاری تینی تمبا و امیلی ساند به بازار داد و موجب شد تا در صدر جدول بیلبورد قرار گیرد. اما به نظر رسد بعدها در آن همکاری تجدید نظر کرد. من با بسیاری از نویسندگان و هنرمندان کار کردم، اما احساس کردم که مانند ضبط‌های قبلی برای این آلبوم مناسب نبود. حالا شاید بسیاری این سوال را مطرح کنند که آیا این همه هنرمند بد بودند؟ نه واقعا نه، اما این آلبوم من جهت خاصی دارد و بسیاری از آهنگایی که ساختم با آن شیوه نمی‌خواند. لابرینس در کنار موسیقی به کار جانبی دیگری نیز علاقه‌مند است و آن تولید موسیقی فیلم است. او می‌خواهد برای فیلم بعدی جیمز واند که احتمالاً در سال 2015 اکران خواهد شد موسیقی متن بسازد. من واقعا مایلم برای فیلم موسیقی بسازم. در فیلم آزادی بیشتری داری تا صنعت تجاری تولید آلبوم که فکر میکنم در مسیر خودش با مشکل برخورد کرده است. در این صنعت گفته میشه ما فعلا به یک پاپ رکورد نیاز داریم و تمام، اما در فیلم میتوانی هر کاری که با نیاز فیلم جور در بیاید انجام دهی. این واقعا مرا به هیجان می آورد. Just let it be.